سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. در سال 1982، امبر موری، مادر 18 ساله اهل سیدنی استرالیا که صاحب یک نوزاد پسر شده بود، نگران و وحشت زده به دنبال خانواده‌ای میگشت تا سرپرستی پسرش هوراس رو بر عهده بگیرن. در واقع امبر از طریق نامشروع بچه دار شده بود و برای همین نمیتونست از پسرش نگهداری کنه. اون برای اینکه یک خانواده برای سرپرستی بچهش پیدا کنه به سراغ روزنامه‌های چاپ سیدنی رفت. در اون زمان خانواده‌هایی که به هر دلیلی دوست داشتن سرپرستی کودکی رو بر عهده بگیرن در روزنامه‌ها آگهی چاپ می‌کردن. چون بچه امبر پسر بود، متقاضیان زیادی وجود نداشتن. در بین آگهی‌ها چشم امبر به یک آگهی خورد که یک زن و شوهر برای نگهداری نوزادان اعلام آمادگی کرده بودند. اون بلا فاصله با اونها تماس گرفت. امبر از اینکه تونسته بود خانواده‌ای برای سرپرستی کودک بی‌نواش پیدا کنه بسیار خوشحال بود. سارا و جان مک‌کین حاضر بودند در ازای پرداخت 10 شلینگ به صورت هفتگی سرپرستی نوزاد امبر رو قبول کنن. امبر خیالش راحت بود چون میدید که این خانواده بچه‌های زیادی دارن و در نتیجه بچه‌ش در محیطی گرم و خانوادگی بزرگ میشه. مخصوصاً اینکه اونها نزدیک به 50 سال سن داشتن. امبر همچنان مطمئن بود سارا به واسطه ی سن و سالش و همینطور به خاطر بزرگ کردن 10 بچه مادر خوبی برای هوراس خواهد بود. در نتیجه بلافاصله شرایط اونها رو پذیرفت و نوزادش رو به دست اونها داد. جان و سارا به امبر گفته بودن از وقتی مرد خانواده در یک حادثه مجروح شده دیگه نمیتونه مثل گذشته کشاورزی کنه. در نتیجه اونها ناچارن با نگهداری از کودکان مخارج خودشونو تأمین کنن. امبر زن جوانی بود و هیچ وقت به ذهنش خطور نکرد چطور این مبلغی که میپردازه هم هزینه زندگی این زوج رو تأمین میکنه و هم هزینه های نگهداری پسرشو. زن جوان با خانواده مک‌کین در یک ایستگاه راه آهن قرار گذاشت. سارا و جان به همراه دو دخترشون به ملاقات اون رفتن. امبر خوب به یاد می آورد که هم جان و سارا و هم دو دخترشون به شدت نسبت به هوراس کوچولو ابراز علاقه کردن. اونا هوراس رو تحویل گرفتن و قرار شد هر هفته دختر نوجوان خانواده برای دریافت پول به امبر مراجعه کنه. بعد از گذشت چند ماه امبر احساس کرد دلش برای پسر کوچولوش تنگ شده. فکر کرد شاید بتونه هوراس رو ببینه. درخواست امبر به اطلاع خانواده مک‌کین رسید ولی اونها جوابی به این درخواست ندادن و همین مسئله بود که امبر رو به شک انداخت و بالاخره تصمیم گرفت بدون خبر به آدرس خونه مک‌کین مراجعه کنه. وقتی که به اونجا رسید احساس کرد تمام بدنش یخ زده. خانواده مک‌کین در اون آدرس زندگی نمی کردن. خونه متروکه بود و به نظر نمی رسید این اواخر کسی در اونجا زندگی کرده باشه. امبر به پلیس مراجعه کرد و ادعا کرد خانواده مک‌کین بچه‌شو دزدیدن، ولی پلیس سیدنی هیچ کمکی بهش نکرد چون پلیس معتقد بود اون داوطلبانه بچه‌شو به خانواده مک‌کین سپرده و نمیتونه با این ادعا وقت اونها رو تلف کنه. در سایه غفلت پلیس، خانواده مک‌کین آگهی‌های دیگه‌ای به روزنامه‌ها داده بودن. اینطور به نظر می‌رسید که خانواده‌های زیادی هستن که مایلن بچه‌هاشون رو در ازای مبلغی ناچیز به خانواده دیگه‌ای بدن. کار سارا و جان در واقع یک جور تجارت محسوب می‌شد. بچه‌ها رو می‌گرفتن و در ازای نگهداری از اونها پولی دریافت می‌کردن. دختر نوجوان مک‌کین وظیفه جمع‌آوری مقرری ماهیانه رو بر عهده داشت. مدتی بعد یکی از خانواده‌ها نامه‌ای از خانواده مک‌کین دریافت کرد که در اون توضیح داده بودن بچه‌شون به شدت مریضه. این واقعه درست مصادف شده بود با وقتی که خانواده مورد نظر درخواست کرده بودن کودکشون رو ببینن. اونا نگران بچه بودن و بالاخره متوجه شدن که نوزاد مرده. اونا اما وقتی با جنازه کودک مواجه شدن شک نکردن که اون کشته شده باشه. دکتری هم که جنازه نوزاد رو معاینه کرد مثل پدر و مادر بینوا به اونها مشکوک نشد. جان مک‌کین و همسرش درخواست کردن در ازای برگزاری مراسم تشییع جنازه مبلغی پول دریافت کنند. خانواده کودک پولی رو که خانواده مک‌کین برای تشییع جنازه خواسته بودن به اونها دادن، ولی هرگز تشییع جنازه‌ای برای نوزاد برگزار نشد.
در اکتبر سال 1982، در حالی که مدت زیادی از درخواست کمک امبر نگذشته بود، کارگری به خونه جدید مککین در محله مکدونالتن سیدنی رفت. اون قرار بود سیستم فاضلاب خونه رو که دچار گرفتگی شده بود تمیز کنه. هنری از همه جا بیخبر مشغول کار شد. بوی بدی از فاضلاب به مشام میرسید و مرد لوله‌کش فکر میکرد خانواده مککین نسبت به نگهداری خونه بی‌مبالات بودن. اون تونست گرفتگی لوله رو رفع کنه. اون در حالی که میخواست بدونه تکه‌های بزرگی که در لوله‌ها گیر کرده چیه، اونها رو وارسی کرد. ولی بلافاصله سر جاش خشک شد. اونچه هنری از لوله فاضلاب بیرون کشیده بود، نه تکه‌های بزرگ پارچه یا آشغال، که بقایای انسان بودن. هنری با بدنی رعشه گرفته، چیزی رو که پیش روش بود به دقت وارسی کرد. اون درست دیده بود. دست و پای کوچیک در بین لجن بود. دست و پای بچه ها. کارگر لوله کش دیگه صبر نکرد. بلافاصله سراغ پلیس رفت و ماجرا رو گزارش داد. ماموران پلیس بی معطلی به خونه مککین رفتن و اونا رو دستگیر کردن. تیمی از پلیس ها مأمور شدن خونه رو به دقت وارسی کنن تا مدارک بیشتری از این واقعه هولناک که هنوز تمام ابعادش معلوم نشده بود پیدا کنن. ولی جستجوی ماموران به جایی ترسناکتر ختم شد. 13 جسد از لوله های فاضلاب خونه و زمین های اطراف کشف شد. همه ی جنازه ها متعلق به نوزادان بودن. جنازه ها به آزمایشگاه پلیس منتقل شد. پزشکی قانونی سعی کرد از روی جنازه ها بفهم علت مرگ اونها چی بوده و چه زمانی مردن. روی بعضی از جنازه ها آثار خشونت دیده می شد. با این حال، جان مککین و همسرش سارا حاضر به اعتراف نشدن. اونا ادعا کردن این جنازه ها متعلق به نوزادانی بوده که به خاطر بیماری مردن. ولی علائم بیماری بر جنازه هایی که خیلی از مرگشون نگذشته بود وجود نداشت. تنها نوزادی که از شنگال این زوج دیوسیرت نجات پیدا کرد به خانوادش تحویل داده شد. در حالی که جان مککین و همسرش حرف نمی زدن، امبر به عنوان اولین شاهد در اداره پلیس حاضر شد و به این ترتیب معلوم شد که خانواده مککین چطور این تعداد نوزاد رو پیدا کردن. در ادامه تحقیقات پلیس ناچار شد از بچه های مککین کمک بگیره. دو دختر 11 و 13 ساله جان و سارا چیزهایی گفتن که ثابت می کرد پدر و مادرشون در این تجارت شیطانی با هم همکاری می کردن. تا قبل از این ماجرا پلیس معتقد بود تمام این فاجعه به دست جان رقم خورده و همسرش سارا فقط یک قربانی بوده. دختر 11 ساله راجع به بچه هایی گفت که فقط چند روز در خونه اونها زندگی می کردن و بعد ناگهان غیب می شدن. دختر بزرگتر اعتراف کرد که می دونه پدر و مادرش بر سر بچه ها چه بلایی میارن، ولی از ترس هرگز راجع به این موضوع با کسی حرف نزده بود. اون حتی به خاطر می آورد که چطور پدر و مادرش در ازای مرگ بچه ها هم کاسبی می کردن و خانواده هایی رو که امکان داشت به دنبال بچه هاشون بیان با یک نامه فریب می دادن و می گفتن بچه شون به بیماری مبتلا شده و مرده و حالا برای دفنش باید مبلغی بپردازن. اون همچنین گفت که خواهرش برای گرفتن مقرری به سراغ خانواده نوزادان می رفته. علت مرگ کودکان معلوم نشد. تنها کودکی که مادرش نگران اون شده بود هوراس بود. امبر هرگز نتونست بچهش رو زنده ببینه. هیچ کدوم از بچه های مککین راجع به هوراس خبر نداشتن. اما از جنازه هایی که در زمین پشت خونه خاک شده بودن بقایایی موجود بود. امبر از روی لباسی که بار آخر به تن بچهش کرده بود تونست هویت هوراس رو از بین اون 13 نوزاد قربانی تشخیص بده. بعدها مشخص شد که جان و سارا برای جلب اطمینان خانواده ها با بچه هاشون به ملاقات پدر و مادرها می رفتن تا اونها زودتر حاضر به تحویل بچه هاشون بشن. جان مککین و سارا بار اول به خاطر قتل هوراس محاکمه شدن. ولی سال بعد جریان محاکمه برای مجازات اون دو نفر به اتهام قتل 13 بچه دوباره برگزار شد. قاضی دادگاه خطاب به اونها گفت زمین‌های خونه شما و استخوان‌های کوچکی که در اون کشف شده شهادت میدن که شما چه جنایتی رو مرتکب شدین. مادران بیچاره‌ای که خیال می‌کنن بچه‌هاشون حالا در کنار 10 کودک شما زندگی می‌کنن خواهند فهمید که شما خانه شیطانیتون رو
بر پولهایی که برای نگهداری بچه ها گرفتین بنا کردین. جان مک‌کین خودش فرزند یک خانواده پر جمعیت و کشاورز بود. مشخص نیست که اون در چه وضعیتی زندگی کرده. سارا هم فرزند پدری بزهکار بود. اون یک بار ازدواج کرده بود ولی بعداً در سال 1871 با جان مک‌کین آشنا شده و با اون ازدواج کرد و تا زمان کشف جنایتهاش 10 سال همسر اون بود. اینطور به نظر می رسید که سارا و جان واقعاً به خاطر نیاز مالی دست به چنین تجارت کثیفی زدن. اما سالها بعد وقتی روانشناسان جنایی تحقیقات بیشتری روی پرونده انجام دادن، مشخص شد که اونها منافع مادی رو هم در قتل‌هاشون در نظر گرفتن. جان و سارا اگرچه به دنبال کسب منافع مادی از کشتن این نوزادان بیگناه بودن، ولی امیال وحشیانشون هم در این مسئله بی تأثیر نبود. شهادت پزشکی قانونی مبنی بر وجود آثار شکنجه بر روی بدن نوزادان این مطلب رو تایید می کرد. دادگاه جان مک‌کین و همسرش رو به اعدام محکوم کرد، اما در دادگاه تجدید نظر حکم سارا مک‌کین به حبس ابد کاهش پیدا کرد. جان مک‌کین در همون سال به دار آویخته شد، ولی سارا 5 سال بعد مرد و اونو در سکوت به خاک سپردن. در زمان محاکمه این زوج، مردم به اونها لقب کشاورزان نوزاد رو داده بودن. این فاجعه بزرگ باعث شد تا افکار عمومی جریحه دار بشه و نهادهای دولتی برای سر و سامان دادن وضعیت قبول سرپرستی کودکان یتیم و بد سرپرست مستقیم وارد عمل بشه. اگرچه جنایت‌های جان و سارا مک‌کین عنوان یک لکه سیاه در خاطر مردم استرالیا موند، ولی در نهایت منجر به تصویب قانونی شد که هر گونه فعالیت مؤسسات و اشخاص برای قبول سرپرستی بچه‌ها مستقیماً تحت نظارت دولت در می‌آمد تا جلوی فاجعه‌های بعدی گرفته بشه. پرونده سارا و جان مک‌کین تا سال‌ها بعد مورد توجه افکار عمومی بود. در سال 2008 تئاتری درباره جنایت‌های اونها در سیدنی و بعد در نیویورک روی صحنه رفت که موفق به کسب جوایز معتبر شد. در سال 2009 شبکه دیسکاوری برنامه مستندی با نام خونبها درباره قتل‌های جان و سارا ساخت. حالا یه سوال: واقعاً یک انسان چطور میتونه به خاطر مسائل مالی جان یک نوزاد رو بگیره؟ برای بررسی راز قتل زجرآور و مشکوک زن جوان در خواب، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه رو ببینید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم. پیروز و پایدار باشید.